درود بر شما. 15 بهمن ماه 1400 خورشیدی و 14 فوریه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به بیانیه دو تشکل فکری و فقهی اصلاح طلبان در 43 سالگشت انقلاب 57 و در قسمت بعدی برنامه کارچاخون دولت ابراهیم رئیسی رو افشا خواهیم کرد که پست‌های مدیریتی بالا رو می‌فروشه. بعضی اینا که امروز مدیر و معاون مناطق آزادن یا استاندار و فرماندارن با سفارش همین شخص بانفوذ بر وزیران و معاوناشون منصوب شدن. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. در آستانه 43 سالگشت انقلاب 57، سال روز انقلاب 57، خامنه‌ای آمده میگوید که هر خرابی هست به من مربوط نیست، به دولت‌هایی که آمدند و رفتند مربوطه. یعنی اگه از دید خودشون نگاه کنی به مردم مربوطه که این رؤسای جمهور رو انتخاب کردن، این رؤسای دولت رو انتخاب کردن، به من مربوط نیست، تقصیر خود مردم این که این نالایق ها رو کردن رئیس جمهور. حالا فارغ از نمایشی بودن انتخابات و مثلا انتخابات ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور دستچی نیست از گزینه های جمع 12 نفره شورای نگهبان منصوب خود خامنه ای، و فارغ از بسته بودن دست رئیس جمهور در مقابل رهبر که همه رؤسای جمهور از طرف رهبر مغضوب واقع شدند، تا امروز از اول انقلاب تا حالا این خب نمود همین گول خوردن آدم هایی است که میشن رئیس جمهور. آقا بعد تازه میفهمن آفتابو هم بخوان برای آقا ببرن باید اجازه بگیرن. فارغ از همه این موضوع روشن، نکته اینجاست که خامنه ای باز آمده از خودش سلب مسئولیت میکنه. چرا؟ قبلا سابقه داشته دیگه. در مورد برجام به دولت روحانی گفت بکنین، کردن، دستور داد 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس شورای اسلامیشون تصویب بشه، تصویب شد. بعد آمریکا از برجام خارج شد، مخالفان مذاکره با آمریکا در حکومت صداشون بلند شد، خامنه ای برای حفظ اونا که تقریبا تمام طیف اصولگرایی یعنی همه دوروبری‌های خامنه ایان گفت من از اول هم بدبین بودم به برجام و اصولا به مذاکره، هیئت مذاکره کننده به توصیه های من عمل نکرد اونطور که باید و شاید. این حرفش شنیدین. حالا میگه تمام اوضاع اقتصادی کشور که کارت به استخون مردم رسونده مسئولش من نیستم. آمارهای دهه 90، آمارهای اقتصادی حقا و انصافا خرسند کننده نیست. آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی، اینا خرسند کننده نیست. خب آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینی که درباره معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم مربوط به همین چیز هاست. عامل این مشکلات هم صرفا تحریم نیست، البته تحریم مؤثر بوده بلا شک، اما صرفا تحریم نیست. بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کمکاری ها و همثال این هاست. طوری حرف میزنه. میگه آمارهای دهه 90 که مربوط به زندگی و اقتصاد کشور است راضی کننده نیست. آمارهای دهه 80 چی؟ اونا راضی کننده است؟ آمارای دوره دولت احمدی نژاد راضی کننده است؟ راضی کننده بود؟ 700 میلیارد دلار پول نفت رو به کجای رفاه مردم زدیم؟
بیشترین فروش نفت جمهوری اسلامی در دوره احمدی نژاد بود و بیشترین فروش نفت از آغاز استخراج نفت در ایران اگه ده سال بخوایم حساب بکنیم باز دوره احمدی نژاد بود. آمارهاش راضی کننده است یا نتیجه شد دولت روحانی؟ یه جوری حرف میزنه رهبر معظم که انگار بدبختی مملکت مربوط به تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دوره روحانی است، که اون دوره‌ای که روحانی رئیس جمهور بوده. همین روحانی مگه 15 سال نماینده تو در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نبود؟ مگه تصمیم‌های کلان توی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گرفته نمی‌شود؟ مگه همین روحانی تا روز رئیس جمهور شدنش به مدت 12 سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود که طبق قانون اساسیتون مجمع نقش مشاور رهبر رو داره در تصمیم گیری های کلان؟ از وقتی رئیس جمهور شد و باش اختلاف پیدا کردی مثل بقیه رئیس جمهورات بده شد؟ آخه چقدر ریا پیشوای مسلمین جهان. درسته این تقلاها برای نجات خودته، ولی تصمیم گیری های غلط که میگی آثارش بر معیشت مردم آشکاره، کار کیه؟ اقتصاد کلان کشور که مسئول ترسیم سیاست هاش هم طبق قانون اساسیتون و هم طبق تجربه همه عمر جمهوری اسلامی شخص رهبره، مگه مسئولش خودت نیستی؟ خودت برنامه ندادی، گزارش نگرفتی، حتی در جزئیات صادرات و واردات برای نمونه لوازم خانگی مگه خودت تصمیم نگرفتی؟ 20 میلیارد دلار به روس‌ها واسه نیروگاه بی مصرف برق هسته‌ای، 10 میلیارد دلار خرج جاه طلبی های موشکی و هسته‌ای، جلوگیری از تصویب پیمان‌های بین‌المللی که داد و ستد بانکی ایران با جهان رو ممکن می‌کنه و از این فلاکت می‌تونه درتون بیا خودتون رو در بیاره. مردمی که شما بدبخت‌تر می‌کنین هم میشه. سالانه میلیاردها دلار خرج نیروهای مزدور نیابتی برای بحران‌سازی منطقه‌ای. حماس و حوثی‌های یمن و حزب الله و غیره و غیره، صدها میلیون دلار خرج دور زدن تحریم‌های بین المللی، آماری که خودتون میدین، آماری که وزیر دولت احمدی نژاد داد و تو همین برنامه پخش کردیم. این همه خرج کردین صرفا به دلیل همراهی نکردن با قوانین و مقررات بین المللی. اینا همه با دستور و هدایت خودت انجام شده. اون وقت حالا که چشمنداز شورش مردم له شده رو به قطع میبینی، همه رو میندازی گردن رئیس جمهورات که به روایت محمد خاتمی فقط آبدارچی تو بودن و هستن. چرا باید فقط یک رقم مثلا گم شده 35 میلیارد دلار باشه؟ مگه این خزانه مردم که بیش از 60% جمعیت کشور به روایت خودتون زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، چقدر پول داره این خزانه که یک قلم 35 میلیارد دلار باشه، یعنی 1/3 بودجه سالانه کل کشور گم بشه؟ در واقع 35 میلیارد دلار به یک عبارتی ما مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الان کجاست، اون پول معلوم نیست کجاست، برای اینکه بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن. این فقط یک رقمه. باری همزمان با سخنرانی اخیر خامنه‌ای که قسمت رو پخش کردیم و جیغ منو در آورد، دو تشکیلات آخوندی که در شکلگیری نهاد روحانیت همچون بنیاد حکومت فقها، حکومت فقیهان در ایران بعد از انقلاب نقش تعیین کننده داشتند، این دو تشکل بیانیه مشترکی منتشر کردند به مناسبت 40 سالگشت انقلاب بهمن. مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، یعنی دو تشکیلاتی که رهبران فکری و فقهی اصلاح طلبان رو دور هم جمع میکنه. مجمع روحانیون مبارز اینجوری به وجود اومد که سال 1367، زمانی که یه سال قبل از
مرگ خمینی، با اجازه کتبی خمینی، روحانیونی که به اصطلاح گرایش اصلاح طلبی در نوع حکومت و در روایت برحال فقاهتی حکومت از دین پیدا کردن، از جامعه روحانیت مبارز که اسمشون شد روحانیون اصولگرا انشاب کردن. خمینی در فروردین 1367 بهشون مجوز داد کتبن که به دلیل اختلاف عقیده با کل گنده های جامعه روحانیت مبارز مثل مهدوی کنی و ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی و موحدی کرمانی و اینا برن تشکیلات جداگانه بزنن. حضرات حجج اسلام، روحانیون مبارز تهران، خمینی زده دیگه دامت افاضات هم، که دارین میبینین دیگه، همچین چیز دندانگیری هم نیست که من بخوام براتون بخونم. به هر حال 25/1/67 میگه من به شما و همه کسانی که دلشان برای اسلام عزیز میتپد دعا میکنم و توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم، چون که میخواین انشاب از برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید داشته باشیم، که این به معنای اختلاف نیست. چه کسانی، بگم اینا رو سریع بگذاریم، چه کسانی در اولین شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز بودند، یعنی همین اصلاح طلب ها؟ از موسوی خوینی ها که رابطه گروگانگیری سفارت، گروگانگیرای سفارت آمریکا با خمینی بود، با احمد خمینی و خود خمینی بود، تا صادق خلخالی حاکم شرع خمینی، هادی قفاری که میشناسینش گرفته، تا محمد خاتمی، اینا شرکت کنندگان در مجمع روحانیون مبارز بودن در اولین شورای مرکزیش. بعد تشکیلات عضوی دیگر اصلاح طلب، یعنی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، که عرض کردم با مجمع روحانیون مبارز هفته پیش بیانیه دادن و با همین بیانیه کار داریم، سال 1376 تشکیل شد وقتی خاتمی شد رئیس جمهور. سرشناس ترین هاشون شاید بیات زنجانی باشه و موسوی تبریزی. موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب در دهه 60 بود. باری، حالا این دو تشکیلات فکری و فقهی رهبری اصلاح طلبان بیانیه مشترک دادن. همه این بیانیه مهم برای اثبات دو چیز: یک، اسلام چیز خوبی است. خواهم گفت چجوری میگن. دو، خمینی آدم خوبی بود، رهبر عادل آزادی خواهی بود. همه این بیانیه مفصل برای اثبات این دو نکته که عرض کردم. حالا چرا این بیانیه رو دادن؟ چون یک، مردم از اسلام بدشون اومده، اکثر مردم خصوصا از حکومت اسلامی متنفر شدن. دو، تنفر مردم از این حکومت فقط تنفر از شخص خامنه ای، ولی فقیه و رهبر نظام مقدس و اینا نیست، تنفر از کل نظام جمهوری اسلامی است که بنیانگذارش خمینی بود. بعد اینا باید تطهیرش کنن دیگه. نوشتن در 43 سال روز پیروزی انقلاب سخن گفتن از آن دشوار و ستایش از آن دشوارتر است. سخن گفتن از انقلاب، انقلاب 57، دشوار و ستایش از اون دشوارتر. چرا؟ چون بیشتر کسایی که پیاده نظام انقلاب 57 بودن میگن غلط کردیم، انقلاب کردیم. بسیاری از مردمانی که دارم بیانیه میخونم، بسیاری از مردمانی که از توطئه ها و فشارهای ظالمانه خارجی و نیز اشتباه ها و ناکارآمدی های درونی رنج فراوان دیدند، نسبت به اصل انقلاب دچار تردید و احیانا بدبینی شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است. دریغ و درد که با گذشت زمان استثناها جای قاعده را گرفت و لحظه به لحظه جمهوریت کمرنگتر شد و اسلام سازگار با جمهوریت در عرصه رسمی منزویتر شد و بینش و منشی از اسلام قدر دید و در صدر نشست و در بسیاری از عرصه های حکمرانی میداندار شد،
که جمهوریت را از اساس مردود می ساخت، در حالی که امام ضمن اصرار بر اسلامی بودن نظام همواره ملاک و میزان را رأی آزاد ملت می دانستند. امام همواره، یعنی خمینی همواره ملاک و میزان را رأی آزاد ملت می دانست. میدانست اینا وعده های قبل از روی کار اومدن خمینی و اذنابش، یعنی همه این آخوندهای اصلاح طلب و اصولگرا بود. مگه خمینی نمیگفت همه در بیان عقاید آزادند و ملاک رأی مردم است؟ حتی میگفت روحانیون نباید رئیس جمهور بشن. هنوز عرق راه پیمایی های مردم در خمینی امام گفتن ها خشک نشده بود که خمینی حرفاشو پس گرفت. مسئله یه چیزی نیست که آقایون به ما بگن شما اون روز اونجوری گفتید. راست ما اون روز خیال میکردیم که در این قشت های تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به اونجوری که خدا میخواد ببرند، اونطور اداره کنند. وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم، آمدن بعضیشون خودشون را به ما جا زدند، ما هم که غیب نمیدونیم، و بعضیشون هم خوب بودند لیکن رأیشون با رأی ما مخالف بود، ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم عدول کردیم و موقتاً تا اون وقتی که این کشور را به غیر روحانی میتواند اداره کند، آقایون روحانیون به ارشاد خودشون و به مقام خودشون برمیگردند و محول میکنند دستگاه های اجرایی را به کسانی که برای اسلام دارند کار میکنند. و تا مسئله اینطور است که ابهام پیش ما هست، احتمال هست، اگر در 1,000,000 احتمال یک احتمال ما بدیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلوشو بگیریم تا اونقدر که میتوانیم. این سخنرانی مال آذر 58 بسیار مهمه در واقع تثبیت کردن حکومت روحانیون. حالا چجوری جلوشو میخواد بگیره آقای خمینی که احیانا 1,000,000 انحراف اگر ایجاد بشود با خشونت یک پیشوای حکومت مذهبی از این طریق که میگه فقط مکتبی ها باید در دولت و مجلس باشن، هر کس هم به اینا ایراد بگیره و به فرمایش خود خمینی مسخره کنه باید کشتش. میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شاید مکتبی آقایون مسخره میکنن. مکتبی یعنی اسلامی، اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. همچنان اصلاح طلب ها اصرار میکنند که خمینی میگفت حکومت برآیند رأی آزاد مردم است. بله میگفت، ولی مگه میشه بنده و شما که دارین این برنامه رو میبینین بدانیم و آخوندهای مجمع روحانیون و بقیه اصلاح طلب ها، مجمع مدرسین و محققین، بقیه اصلاح طلب های معمم و مکلا که دوره برای خمینی بودند، اونا ندونن که اونا همه حق بازی بود؟ اون چیزایی که مثلا تو نفل و شاتوی پاریس میگفت،
نمیدونن که اونا حق بازی بوده، صریح میگه ما پس گرفتیم دیگه. به قول آقای بنی صدر تو همین برنامه بودن، میگفتن که خمینی به صراحت گفت من خود اکردم. حق بازی میکرد. خب اینا هم دارن این تشکل، دو تشکل رهبری فکری و فقهی اصلاح طلب و اینا هم دارن حق بازی میکنن تا شاید نظام مقدسشون حفظ بشه، شاید. ولی با شعار و دروغ دقل هیچ نظام سیاسی حفظ شدنی نیست. ببینین بیانیه اصلاح طلب ها درباره، حتی درباره پیشینه خمینی دروغ میگه، مربوط به دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی است، دی ماه 1341، انقلاب سفید شاه و مردم که در واقع اصلاحات اولیه در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران بود. بیانیه نوشته است که امام به جای اینکه از صاحب رأی شدن زنان که توی از مفاد انقلاب سفید بود، امام به جای اینکه از صاحب رأی شدن زنان و برخورداری بیشتر کارگران و کشاورزان و ملت از زندگی بهتر که استبداد حاکم فریبکارانه شعار آن را میداد برآشوبند، فریاد خود را بر سر قدرتی فرود آوردند که همپیمان اسرائیل و همدست ارتجاع و ژاندارم منطقه بود و اداره کشور را به خصوص در عرصه نظامی به مستشاران آمریکایی داده بود، غیره و غیره و غیره. یعنی امام از صاحب رأی شدن زنان و برخورداری بیشتر کشاورزان و کارگران و ملت از زندگی بهتر بر نیا شوبیدند، فریاد خود را بر سر قدرتی فرود آوردند که همپیمان اسرائیل و فلان و بهمان و اینا بود. هیچ وقت دروغ ازشون جدا نمیشه. آخونده چه اصلاح طلب، چه اصولگرا و تندرو و یواشرو و اینا، چه تو حکومت، چه رانده شده از هسته اصلی حکومت. ببینید خمینی در واکنش به انقلاب سفید چه تلگرامی میفرسته برای شاه. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، پس از اهدای تحیت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. ادعی یعنی دعا کننده روح الله موسوی خمینی. روشن دیگه، من دیگه جای تفسیر و تردیدی نیست. اینکه دو تا تشکیلات مهم آخونده و فقهای اصلاح طلب به انتشار این دروغ ها و این تحریف واقعیات تاریخی در واقع رسیدند چی رو نشون میده؟ اهمیت بحران جدی در جمهوری اسلامی. حکومت های منطقه رو همه رو دیدین دیگه، دوره صدام دیدین دیگه، دوره وریاش به چه پرت و پل و گولی های افتاده بودن اواخر عمر اون نظام. بیانیه دو تشکل مهم سیاسی و حوزوی اصلاح طلب جمهوری اسلامی بعد بیاد یه پرسش هایی رو مطرح میکنه در واقع با رهبر نظام مقدس، همین خامنه ای، رهبر فعلی. میگوید اولا اگر جمهوری اسلام هم نبود آیا بخش مهمی از این خدمت ها و پیشرفت ها به وجود نمی آمد؟ یعنی همین مثلا چه میدونم راه سازی، جاده سازی، پارک سازی، فلان. ثانیاً در مقام مقایسه کشورمان با بسیاری از کشورهای همتراز و حتی آنها که از ما عقب‌تر بوده اند و امروز جلو افتاده اند، باز هم کارنامه جمهوری اسلامی یا بهتر است بگوییم راهبردهای مدیریت جامعه را که تقریباً تمام این دوران به خصوص سه دهه اخیر دوره رهبری خامنه‌ای ثابت بوده درخشان خواهیم یافت. ثالثاً آنچه صورت گرفته است چه نسبتی با آرمان‌های انقلاب و خواست تاریخی ملت
که در جستجوی آزادی، استقلال و پیشرفت توأم با عدالت، اخلاق و معنویت بوده است دارد. اگر اینها نشانه‌های آشکار بحران نیست، پس چیست؟ بحران‌های بزرگی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی. بعد میان از زبان مردم حرف میزنن، مشکلات مردم میگن. همیشه عرض کردم اینجوریه که حکومت‌ها به لبه سقوط که میرسن، میان با مردم هم سخن میشن که یعنی با شما همدلیم. حالا اینا که اصلاح طلبان، خامنه‌ای هم خودش، گفتم که هفته گذشته سخنرانی که کرد، همه حرفش این بود که مشکلات هست و صدای مشکلات رو شنیدم، اما ربطی به من نداره. من همیشه گفتم که نکنید فلان، نکنید فلان، بکنید. در ادامه بیانیه تشکل‌های آخوندی اصلاح طلب‌ها آمده، مردم میگویند آب و برق مجانی و مسکن ارزان که وعده اش داده شد پیشکش، ابتدایی ترین نیازهای ما را تامین کنید. مردم از بیکاری و رکود تورمی مینالند و فقر توأم با احساس بی‌آیندگی از یک سو و فسادهای بزرگ و شرم‌آور و هدر رفتن سرمایه‌های طبیعی و انسانی خطر بزرگی است که کشور و ملت را تهدید می‌کند. و چون از نیازهای اولیه اقتصادی و معیشتی بگذریم و به نیازهای ثانویه ولی بسیار مهم مانند حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی برسیم، بعض از این هم بدتر می‌شود. و بعد هم من اینا رو گفتم برای اینکه گزارش کامل این بیانیه رو داده باشم، نگن آقا نصف نیمه خوندی اینا. بعدم نصیحت کرده مدیریت بالادستی رو، که یعنی رهبر معظم رو، که بیا کارهایی بکن که واژگون نشی. ببینین، همه طیف‌های نظام جمهوری اسلامی خودشونو به خمینی و آرمان‌های امام راحلشون وابسته می‌دانند و منتسب می‌کنند. در شروع کار دولت ابراهیم رئیسی، مراسم تجدید میثاق اعضای هیئت دولت با آرمان‌های امام خمینی برگزار میشه، سر قبر خمینی. زیارتنامه خمینی میخونن. السلام علیک یا روح الله الإمام الخميني وعلى ولديك الطاهرين مصطفى الشهيد المدفون بأرض الغريم وأحمد المدفون في جوارك والسلام على الشهداء الذين بذلوا مهجهم دونك وانا خوب رحلك ورحمة الله وبركاته. حالا معنیش مهم نیست برای اهل زیارت و کدوم یکی از مردم بدبختی که از ناآگاهی میرن امام و امامزاده و اینا زیارت نامه میخونن، میشینن تو سرشون میزنن، گریه میکنن فلان. واقعیت رو بگم دیگه، روک کدومشون میدونن معنی اینایی که دارن میخونن چیه؟ حالا این چیزایی که داشت میخون، ولی خوبه که بدانیم که این زیارت نامه خمینی معنیش چیه. همین چند جمله‌ای که خون، میگه سلام بر توی روح الله امام خمینی و بر دو پسر پاکیزت مصطفی شهید، مصطفی خمینی، که در بلاد غریب دفن شده، یعنی در عراق، اونجا گفتن مسموم شد، و احمد خمینی، احمد، که در کنار تو مدفون است. اینجوری هم این هیئت دولت، خب به روال معمول همه دولت‌های بعد از مرگ خمینی، تا خب زمان پیشرفت داره میکنه دیگه. در سال 1400 2021 میلادی میره سر قبر
باباشون خمینی زیارت نامه میخونه، اونم این ریختی با گریه و فلان اینا که شنیدین و دیدین. وقت توقع دارین که این رئیس این دولت واقعا سر از علم و تمدن و مدنیت و امروزی بودن در بیاره و عقل پا به جایی اصلا داشته باشه؟ یه چند نمونه خواهم گفت که بدانید منظورم چیست. اما اول باید یه اشاره بکنم به جانشین خمینی. از این نظر میگم باید اشاره به جانشین خمینی داشته باشم، چون همونقدر که اصلاح طلبا خمینی رو صاحب کرامات میدونن، اصولگراها خامنه‌ای رو صاحب جمیع دانش‌های دیروز و امروز بشر میدونن که اسمشو گذاشتن رهبر فرزانه. ببینین درست مثل سلفش روح الله خمینی، اینم اگر مهارت و دانشی داره در جنایت و لجاجت علیه هر کسی است که جز او فکر بکنه. یه نمونه ببینین که بزنین من قبل از اینکه پخش بشه این تیکه از سخنرانیش عرض بکنم که ببینین که بوی مواد مخدر زمنن و نشئگی رهبر معظم چطور از دک و دماغ و دوربین سیمای آقایون میزنه بیرون وقتی حرف میزنه. این حرکت اخیر آمریکا هم همینجور، اولا تلاشی که اینها میکنند در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم، میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی از آوریل 2018 تا آوریل 2021 باعث شد که ایران از تولید حدود 1.8 میلیارد بشکه نفت خود محروم شود و منجر به وارد آمدن بیش از 100 میلیارد دلار خسارت شده است. وزیر نفت همین دولت بود. 100 میلیارد دلار خسارت یک دندگی و دشمنی خامنه‌ای با مردم و با جامعه جهانی. این خامنه‌ای میاد رئیسی رو میذاره رئیس جمهور. خامنه‌ای میذارتش دیگه، صندوق رأی رسواتر از آنی است که من بخوام چیزی دربارش بگم. رئیسی در واقع نمره قبولیش برای رئیس جمهور شدن در سال 1400 از همه بالاتره. قبل از اینکه رئیس جمهور بشه رئیس قوه قضایی است. 22 دی 99، ببینین میزان چاپلوسی از رهبر رو و هم فاصلهش رو از عقل سلیم در مهمترین مسئله مربوط به مرگ و میر لحظه ای مردم. رهبری بسیار حکیمانه تحریم کردند و ممنوع کردند واکسن امریکایی و انگلیسی رو. فلسفش هم اینه که مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن امریکایی و واکسن انگلیسی بشن. در واقع سخنان حکیمانه رهبری سیانت کرد از جان مردم در مقابل کسانی که خیلی بی‌پروا دنبال این بودن که برن واکسن اونها رو وارد کشور کنن. ایشون ممنوع کردن، یعنی تحریم شد و این تحریم، تحریم استکبار اقتصادی هست. نابغه است. فقط در یک ماه مرداد 99 طبق آمار خودشون 14,000 ایرانی به دلیل همین ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از کرونا مردند. فقط یک ماه. بعد از یک سال که ثابت شد چند ده هزار نفر از مردم ایران مردند، این حرفا رو که شنیدین الان رئیسی داشت میگفت 22 دی 99 زد ها، 22 دی، یعنی حدود یک سال بعد از اینکه همون واکسن ها رو صدها میلیون نفر در آمریکا و اروپا زدن و کرونا نگرفتن و نمردن و دیگه اینو ناآگاه ترین مردم هم فهمیدن، بازم این اومده این پرت و پلاها رو میگه. یعنی اگه همون موقع همون روزی که خامنه‌ای جلوی واردات واکسن رو گرفتم همون روز رئیسی میگو، آدم میگو خب دیگه مثل بقیه بادمجون دور خواب شینا بوین. این اومده دی ماه 99 یادش اومده بیاد این حرفا رو بزنه. واقعا عقل درست حسابی چیز خیلی خوبیه. سیاست مدار که نیست، عقل لاقل، عقل درست حساب. هی هم عقبه را میندازه به شیوه احمدی نژادی، میره سفر استانی تا مردم از نزدیک با این
رئیس جمهور نابغه روبرو شدن، روبرو بشن. یه نمونه ببینین در حاشیه سفر استانی آقای رئیس جمهور به گیلان 11 بهمن 1400. چند مورد بودن که برای بازپرداخت، یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودشون نمیتونستن پرداخت کنن، خونهشون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا، توی این موارد بوده. شما نهار هم دادن اینجا یا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم، نهار رو خونه خوردیم. قبلی ها خوردن نهار؟ انشالله که خوردن. طرف داره به این نابغه میفهمونه که سود بانکی وام‌هایی که کارگر گرفتن انقدر بالاست که گرفتارشون کرده، چیکار باید بکنه؟ نابغه میگه شما نهار خوردین. یا رفته شیراز مثلا ازش استقبال شده تو فرودگاه. این جناب نازنین علمداری مقدم حضرت عالی رئیس محترم همراه را به شهر شیراز خیر مقدم عرض می نمایم. خوش آمدید. ماشاءالله ماشاءالله دختر عزیزم، اسم شما چیه؟ ببینین، یک این نابغه یک مدیر کل تشریفات داره به اسم رضا نقیپور. رضا نقیپور قبلا رئیس حراست فدراسیون فوتبال بوده، الان مدیر کل تشریفات ریاست جمهوری است. آدم قاعدتا میخواد مدیر کل تشریفات یه آدم ترتمی اینقدر کل و کثیف هم نباشه دیگه. حالا ببینید، تو حکم انتصاب رضا نقیپور به مدیر کلی تشریفات ریاست جمهوری چه آمده؟ برنامه ریزی، سیاست گذاری منطقی، نظارت و مدیریت شایسته امور مربوط به تشریفات میهمانان خارجی، سفرای خارجی و برنامه های رسمی رئیس جمهور، معاون اول و سایر مقامات نهاد از وظایف شماست. حالا این نقیپور کیه؟ همون کسیه که رئیسی بهش تو مسکو گفت بدو ماشین رو پیدا کن بیار فرار کنیم. وبسایت ها و رسانه های ایران که گزارش تلویزیون روسیه رو که دارین میبینین بازنشر کردن، نوشتن در این ویدیو مشخص شده که نه تنها پوتین رئیسی را هنگام خروج از کاخ بدرقه نکرده، بلکه حتی مقامات ارشدی هم به ایران همکاری نکردن و یکی از هیئت امراه رئیسی به دنبال ماشین می رود. می دود، نه می رود. اون چیزی که ما دیدیم که می دوید دنبال ماشین. حالا این رضا نقیپور چجوری شده رئیس کل تشریفات ریاست جمهوری؟ دیگه اولین چیزش اینه دیگه که یک کلمه زبان خارجی اقلا بدونه. رئیس کل تشریفات که اونجوری تو مسکو میدوید و نمیدونست چجوری به انگلیسی یا روسی بگه بیا اینجا به ماشینه. بگذاریم. ببینین چجوری این نقیپور پست گرفته، این کار شده فلان. میخوام به همین نتیجه برسم هم. گرچه حکومت رانتی و انتصاب‌های سفارشی در جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست و شاید تو همین برنامه صفحه آخر ما 10 برنامه درباره همین موضوع داشته ایم، اما هیچ وقت پست‌های بالای سفارشی دولتی مثل دوره رئیسی نبود. با رئیس جمهور شدن رئیسی، یک شاخه رو میخوام بگم، سعید محمد سردار سرتیب سعید محمد شد مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی. سرتیب پاسدار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم سپاه بود که 1400 اومد بشه رئیس جمهور، نشد، یعنی به نفع رئیسی کنار رفت. رئیسی هم وقتی شد رئیس جمهور کردش مشاور خودش و یه نوندونی گندر هم داد بهش، دبیر شورای عالی مناطق آزاد.
سعید محمد یکی از اطرافیای قالیباف که معاون ستاد انتخاباتی قالیباف بود کرد مدیر عامل منطقه آزاد کیش. مأمورزا نوایی لواسانی یه دهه 60 که نماد مثلا جوانگرایی در دولت رئیسی است. این مأمورزا لواسانی میاد یه نابغه دیگر رو میکنه معاون فرهنگی هنری کیش، حسین شمسیان راد. حسین شمسیان مثل بقیه مدیرای جهادی تو همه چی هم دخالت میکنه و مسئولیت خوب بهش میدن چون از همه چیز سر در میاره. سیمای آقایون هم درباره همه چیز باش مصاحبه میکنه، آدم مهمیه، یه مقدار روش متمرکزش مکس کنیم. درباره همه چی مصاحبه میکنه سیمای آقایون، درباره قیمت بنزین، آزاد شدن یا نشدن قیمت بنزین در کیش، درباره طرح یارانه بنزین. ببینید دیگه آقای شمشم، بفرمایید که طرح یارانه بنزین برای همه چیست و قرار هست دقیقا چه اتفاقی بیفته، چه تغییری در روند عرضه یارانه بنزین قرار هست ایجاد بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طرحی رو دولت در دست داره که در مرحله اول برای بررسی همه جوانبش بعد از بررسی های آزمایشگاهی که انجام شده قرار هست در جزیره کیش انجام بشه. حالا این حاج حسین شمسیان راد که بسم الله الرحمن الرحیم، بله هر جملهش هر صحبتش حتما از ضروریات زندگیشه، نه پیشینه و دانش اقتصادی داره نه میفهمه نفت و میانات نفتی چیه، ولی خب دیگه اینجوریه دیگه. البته فعالیت‌های فرهنگی هم میکنه، پستی که بهش دادن هرگز ازش غافل نمیشه، سرش خیلی شلوغه، ولی خب این کارا رو قطعا انجام میده. مثال کنگره شعر خاتم سلیمانی در آستانه سالروز شهادت سردار دلها به میزبانی جزیره کیش. برای ما افتخار بزرگی هستش که به هر شکلی در نکوداشت و تکریم و تجلیل از این رادمرد تاریخ قدمی برداریم و کاری بکنیم. حالا این حضرت والا کی هست؟ از سخنرانان ثابت و صادراتی قرارگاه عمار. قرارگاه عمار و سازمان اطلاعات سپاه دو تا تشکیلات هستند که سال 88 بعد از اون زمین لرزه سیاسی که شد برای جمهوری اسلامی زیر نظر مجتبی خامنه‌ای تشکیل شدند. حسین طائب شد رئیس اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه. مهدی طائب داداشی شد رئیس قرارگاه عمار. قرارگاه عمار یه عده سخنران داره که از جمله کارهایی که میکنه که این بر اون بر میفرسته اینا رو، که البته با فرم تقاضا و اینا. این آقای نمیدونم پوسترشو داریم یا نداریم، بله ببینین اینا دیگه، این یکی از پوسترهای همین سخنرانی های قرارگاه عماره که آقای این آقای شمسیان جزء سخنرانان کرایه‌ای همین قرارگاه عمار هم هست. موضوع دیدین دیگه، مأموریت ها، وظایف و ظرفیت های جوانان در گام دوم انقلاب، که ایشون قطعا استاده در این موضوع وظایف و ظرفیت ها در گام دوم انقلابشون. من یک ناگزیرم کوتاه عرض بکنم که درسته که ما میگیم که زندگی خصوصی آدمو به خودشون مربوطه، زندگی شخصی آدمو اسمش روشه، نباید عمومی بشه و زندگی خصوصی نباید، زندگی دولت نباید تو زندگی خصوصی مردم دخالت بکنه و خلاصه اتاق خواب مردم مربوط به خودشونه، سلایق مردم مربوط به خودشونه، علاقه با کی برن با کی بیان چجوری راه برن چی بپوشن چی بگن، همه اینها جز حقوق اولیه انسانه و مربوط به خودشون. اما درست جایی که مصداق بارز طنز حافظه، این واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، درست همین جا باید یقه حکومت و مدیراشو و سینه چاکاشو گرفت و مردم درست همین جاست یکی از مصادیق به اصطلاح نفرت هاشون از این حکومت درست همین جاست.
و اینجا باید روشن کرد حقیقت رو. شمسیان 8 سال سردبیر کیهان بود، همون کیهانی که مدیرش حسین شریعت مداری است و متعلق است به بیت رهبر. تو اون 8 سال عضو سردبیری کیهان، یکی از ظرفیت هایی که مکرر حسین شمسیان ازش استفاده کرد تعامل به اصطلاح نامشروع با زنان بود، که آخرین نمونهش زن شوهرداری است بود، همون موقع شوهر داشت که همسر داشت، که در دورانی که باردار بود این حسین شمسیان راد با سوء استفاده از موقعیتش صرفاً به دلیل نیاز اون زن به پول باش، به لفظ همین آقایون، باش زنا میکنه. از صحنه زنا وحشتناکترش اینه فیلم میگیره، زمانی که داشته از کامپیوتر مؤسسه کیهان استفاده میکرده برای ریختن فیلم روی فلش مموری، حراست مؤسسه کیهان میفهمه اینجا ما چه میگیرن، نتیجه حتی اخراج هم نمیشه از کیهان، معلق میشه تا حیوانی یه کاری پیدا کنه. سال 1397 که این معلق میشه از کیهان، همون سال سید محرومان میشود رئیس قوه قضاییه. حاج حسین شمسیانو که خیلی در محرومیت بود میبره قوه قضاییه برای دل خودش. شمسیان حدود 2 سال تو قوه قضاییه است، با فشار حراست کیهان به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بالاخره از اونجا اخراج میشه. حدود 7 ماه در قوه قضاییه بود ور دل آقای ابراهیم رئیسی. و چرا فشار میاره حراست کیهان به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دوره رئیسی؟ فشار میاره به خاطر اینکه اینو معلقش کردن که سر و صداش هم در نیارن، بره یه کاری پیدا، شرافتمندان پیدا کنه، ولی این انتظار رو نداشتن که شغلی مدیریتی در قوه قضاییه بگیره. خب نمیخوان دیگه کثافت تا صد بالا اینقدر بیاد که همه ببینن. باری بعد از 7 ماه اخراجش میکنن آقای حسین شمسیان را از قوه قضاییه. انتخابات 1400 که میخواد برگزار بشه، حسین شمسیان میره ستاد سعید محمد. اول سعید محمد که به نفع رئیسی پس میکشه، شمسیان میره ستاد رئیسی. بعدم که عرض کردم به حکم ممرضا نوایی لواسانی و تایید سعید محمد میشه معاون فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش. حالا ظاهر قضیه اینه که یه آدم فاسد بی سواد هرزه، مثل انبوه آدم فاسد بی سواد هرزه معمم و مکلا در حکومت رئیسی، یکی اینا پست گرفته. این ظاهر قضیه است. فقط وقتی موضوع دلالی واسه همین شغل ها و پست ها میاد وسط، خب قضیه شکل دیگه ای میگیره. کسی که حسین شمسیان راد رو به سعید محمد معرفی کرد، در بسیاری از انتصاب‌های دیگه در همین دولت رئیسی دست داره و معرف بوده و هست و کاسبی کلونی داره میکنه. دولت رئیسی تنها دولتی است در جمهوری اسلامی، تا اونجایی که بنده میدونم، که برای انتصاب‌ها و تقسیم پست‌های کشوری، استانی و شهری دلال داره، کار چاق کن داره. بذارین قبل از اینکه معرفی کنم این آدمو، بگم که این آدم کیه، یادتون بندازم که رضا بیگناه که دلال تایید صلاحیت شورای نگهبان بود، بیگناه که 20 سال رئیس دفتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود و برای تایید صلاحیت ها رشوه می گرفت و دکتر محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده این مجلس بارها و بارها این رو افشا کرد و جزئیات، حتی مبلغ رشوه گرفتن و حتی قرار ملاقات ها در مسجد سید عزالله رو در تهران فاش کرد. و بعد ما در بهمن 98 در برنامه صفحه آخر افشا کردیم این رضا بیگناه ها، البته اسمشون هیچ وقت نگفت دکتر صادقی. به هر حال وقتی در برنامه صفحه آخر افشا شد، همه مردم فهمیدن، برکنارش کردن فقط.
کسی که اونجوری با همه چیتون درست، همه چیتون اند دموکراسیه، کسی که اونجوری با رأی مردم بازی کرده، کاسبی کرده، آخرش کار کرده، اخراجش کردین از رئیس دفتری دبیر شورای نگهبان احمد جنتی. همین الان چیکار میکنه؟ الان همون روابطو داره، اون تا حالا قدرتش کمتره چون اون پست رو نداره، داره با همون شغل شریف قبلیش ادامه میده. آقای بیگناه، من نمیدونم چرا هرچی رشوه خور و دزد و قاچاقچی میشه رئیس دفتر این آیات اعظام، رئیس دفتر هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی هم اکبر طبری بود دیگه، حالا کسی که دکوندار انتصابات دولت رئیسی است یه جوون 36 ساله است به اسم مهدی مهدوی چوپانی، به قول خودشون مهدی مهدوی چوپانی، معروف به مهدی مجاهد، مهدی مجاهد. این آدم چند سال تو اطلاعات سپاه زیر دست حسین طائب بود، پشتش حسین طائب، اواخر دوره صادق لاریجانی در قوه قضاییه از اطلاعات سپاه مأمور شد به قوه قضاییه به عنوان ناظر. تو قوه قضاییه با اسم مستعار مهدی مجاهد عرض کردم کار میکرد. خرد مافیای لاریجانی با اختلافات که با اطلاعات سپاه داشتند و دارند، دعواشون رو میدونین، حتی استعفای صادق لاریجانی از شورای نگهبان این داستانا به اونجا کشید دیگه، رد صلاحیت علی لاریجانی اینا. به هر حال با اختلافاتی که با اطلاعات سپاه دارن، مأمور اطلاعات سپاه رو تو قوه قضاییه خیلی تحویل نگرفتن، یعنی همین آقای مهدی مجاهد رو. یه دفتری بهش میدن کنار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، مثلا مشاور باشه. اما همین مهدی مجاهدشون وقتی رئیسی میشود، رئیس قوه قضاییه در سال 97 و صادق لاریجانی میره، بروبیای پیدا میکنه، قدرت میگیره در واقع و میشه معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه. ببینین اسماعیلی سخنگو و رئیس دفتر رئیسی بود وقتی رئیسی رئیس قوه قضاییه بود، الان هم همین اسماعیلی رئیس دفتر رئیسی است. یعنی این سه نفر که دارین میبینین از سال 97 تا حالا رئیس و مرعوس هم دیگن. رئیسی رئیس مستقیم اسماعیلی بوده و هست، اسماعیلی رئیس مستقیم مهدی مجاهد بوده و هست، چه در قوه قضاییه و چه در ریاست جمهوری. سمتاشون هم تقریبا همونه که بود، یعنی همونو همون سمتها رو زدن زیر بغلشون رو بردن تو ریاست جمهوری. اسماعیلی مدیر کل حوزه ریاست قوه قضاییه بود، یعنی رئیس دفتر رئیسی، معاون اجراییش مهدی مجاهد بود که به تسامح میگن معاون اجرایی قوه قضاییه، یعنی همون سمت که اکبر طبری داشت، بعد دادن به این به جرم رشوه گرفتن اکبر طبری رو انداختن از زندان، همون پست رو دادن به مهدی مجاهد که الان داره پول میگیره از قدرتش رو استفاده میکنه آدم ها رو منتصف. الان که در ریاست جمهوری اسماعیلی رئیس دفتر رئیسی است، مهدی مجاهد معاون هماهنگی و پیگیری های ویژه رئیس جمهوره، پستش اینه، معاون هماهنگی و پیگیری های رئیس جمهور. دهم شهریور 1400 حکم معاونت مهدی مجاهد رسما اعلام شد. غلام حسین اسماعیلی که با ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه آمد چون رئیس دفتر رئیس جمهور، حکم مهدی مجاهد رو امضا کرد و نوشت جناب آقای دکتر مهدی مجاهد. پست که میدن یه مدرک دکترا هم میدن. نظر به تعهد، تجربه و ارزنده و توانایی جناب عالی به این سمت منصوب میشوید. انتظار دارد با تشریک مساعی اسرائیل رحم کنه و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها در انجام وظایف محوله و اهتمام به عدالت محوری، پاک دستی و فساد ستیزی و غیره و غیره در تحقق اهداف فلان بکوشید. هیچ عکسی جز عکسی که در این برنامه از این آدم نیست، چون هیچ پرونده پرسونلی در سامانه نهاد ریاست جمهوری نداره و هیچ مشخصاتی ازش نیست، که البته اونم تنها نیست، اصلا کسای دیگه‌ای در نهاد ریاست جمهوری، ریاست جمهور قانونگرا و عدالت محور، همین رئیسی که مشخصاتی اصلا ازشون نیست در سامانه ریاست جمهوری، گرچه پست‌های مهم می‌دارن. این سردار یزدی که فرمانده سپاه تهران بود، شده رئیس ستاد مفاسد اقتصادی، یکی دیگه شد
هیچ مشخصاتی در سامانه ریاست جمهوری ازش نیست. باری مهدی مجاهد از پدری بهایی و مادری سنی مذهب چنان شیعه نمایی و ولایت پذیری میکنه که کاسبی میکنه و الان در دولت رئیسی با سفارش به انتصاب این و اون یه عده از همین استاندارا و فرماندارا که در چند ماه گذشته منصوب شدن با سفارش همین مهدی مهدوی چوپانی معروف به مهدی مجاهد پوز گرفتن. چرا این اطلاعات درس پیدا کرده؟ حالا من دارم خدمتتون عرض میکنم، چون این آدم خیلی زود از کنترل حاج حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه خارج شد و خود سر به قول خودشون عمل میکنه، تنهایی میخوره. خب چه نمیگیرن نمیکشنشون اینا که همیشه کاری نداره براشون، چون از طائب چیزایی میدونه که ترجیح میدن فعلا باش کاری نداشته باشن. چرا با احمدی نژاد فعلا کاری ندارن؟ به همین دلیل. من نمیدونم فرصت داریم کوتاه به من نمونه دیگه. بله، چرا به الیاس محمودی مثلا رئیس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی که سال 85 در فرار اعلام کردن در فرار شهرام جزایری به قول خودشون نیمه مفسد اقتصادی از زندان دست داشت و به خارج از کشور هم فرار کرد، شهرام جزایری از زندان که فرار کرد رفت، بعد گفتن در عمان گرفته میشه، کمک کرد آقای محمود الیاس محمودی ببخشید، چرا با اون کاری نداشتن؟ دوره شاهرودی اتفاق افتاد، این ماجرا سال 85 هیچ کاری باش نداشتن. وقتی میخواستن بگیرنش تهدیدشون کرد، پست بالاتر بهش دادن. کسایی که شاهد بودن و الان هم سر مرو گونده و زنده خوشبختانه هستن میدانن موقعی که الیاس محمودی رفت به اعتراض پیش شاهرودی که اگه منو بگیرین هزار تا حرف نگفته دارم که خواهم زد و همتونو میکشم پایین، کردنش مشاور رئیس قوه قضاییه، همین شخص کردش مشاور خودش تا ساکت بشه الیاس محمودی. بعدم الیاس محمودی شد وکیل دادگستری و پرونده های کلان مال اوست. حالا این مهدی مهدوی چوپانی معروف به مهدی مجاهد که داره با انتصابهای دولت رئیسی کاسبی کلان میکنه، این کی قراره یه شغل آبرومند پیدا کنه؟ چون نمیگیرنش که، میدونیم خیلی همت کنن، حالا که برای همه فاش شد برکنارش میکنن و سیستم عوض میشه، طبری و اسماعیلی و چوپانی و کل دولت رئیسی میوه 43 سالی انقلاب 57ن که از بیت پیشوا آب میخوره. باغبونشون حسین طائب رئیس اطلاعات سپاهی که مستقیم به خامنه ای پدر و پسر علی و مجتبی گزارش میده. بریم پرده آخر. حضرت رضا علیه السلام در نیشابور اتراق کردن، سه ماه منزل پسندیده رفتن، نزدیک قبر شتیته یا شتیته است، یه درخت لوزی بود، محدث قومی پرم درخت بادامی خوش بود سالیان سال، آب وضو گرفتن، آب دهان مزمزه کردن ریختن پای درخت، درخت تر ینجدی دا شد، بادام داد. چه داد؟ خب بعد رفتن حضرت برگ میمدن میبردن برای شفای مریضا، بادامیشو یواش یواش رفت پوستشو بند، خلاصه کار به جایی رسید، به یک سال نرسیده تا ریشه درخت بردن، اصل و فرع بردن. شب روزگار خوش.